رودها در جاری شدن و علفها در سبز شدن معنی پیدا می کنند. کوها با قله ها و دریاها با موج ها زندگی پیدا می کنند. و انسان ها، همه انسان ها با عشق، فقط با عشق. پس بار خدایا بر من رحم، بر من که می دانم ناتوانم رحم کن. باشد که خانه ای نداشته باشم، باشد که لباس فاخری بر تن نداشته باشم، باشد که حتی دست و پایی نداشته باشم، اما نباشد، هرگز نباشد که در قلبم عشق نباشد، هرگز نباشد. آمین. غم‌انگیز است اما بسیار پیش آمده است که بسیاری از بدی‌ها به نام عشق صورت گرفته است، به نام دوست داشتن. غم‌انگیز است عشق را این گونه زیر پا له کردن. غم‌انگیز است، غم‌انگیز. آیه کامران درخشان، شما به دادگاه توضیح بدین که دلیلتون برای ریختن اسید روی این خانم چی بوده؟ خب به خاطر اینکه میخواستم بدنش
میخواستم بدنش به یه نفر دیگه. خب این مسئله چه ربطی به شما داشته؟ من از 2 سال قبل رفته بودم خواستگاریشون، نه یه بار، 4 بار با خانوادم رفتم خواستگاریشون، اما هر بار جواب رد دادن، گفتن هنوز وقت ازدواج دخترشون نشده. هی منو سردوندن، هی منو جلو خانوادم سنگ رو یخ کردن. بعدش یه ماه پیش بهشون زنگ میزنم میگن دخترشون با یه نفر دیگه قرار ازدواج گذاشته، دیگه هم اینجا زنگ نزن. من میخواستم اون با من ازدواج کنه، دیگه داشتم دیوونه میشدم، هرچی زنگ میزدم جوابمو نمیدادن، پاشدم رفتم جلوی خونهشون واسه من پلیس آوردن. آقای قاضی، من میخواستم اون با من ازدواج کنه، نه با کسی دیگه ای. من اونو به اندازه همه دنیا دوست داشتم، به اندازه همه دنیا. شما با این کارتون ممکن بود این خانم رو بکشید. در واقع زنده موندن ایشون بیشتر شبیه یه معجزه است. شما 3 لیتر اسید رو ریختید روی خانم. هیچ میدونید 3 لیتر اسید با پوست و گوشت آدم چیکار میتونه بکنه؟ من نمیخواستم بهش صدمه بزنم. من میخواستم فقط بفهمه چقدر برام مهمه، چقدر دوستش دارم. دوستت دارم لیلا، دوستت دارم. بسن چای می‌ریختم. تو چرا رنگت پریده؟ چرا خیس شدی؟ دوباره با آینه سفر کردم. دوباره سفر کردم. همه جا تاریک بود. همه چیز سرسام به نظر می‌رسید. تو همون یه حس بدی موج میزن، یه حس خیلی بد. چجور حسی؟ دقیقا نمیدونم، یه حسی بود مثل مرگ، مثل نفرت. اون به همین قدرتش داشتن اومده. ببینم اون دورو برای چیزی نبود. چی مثلا؟ یه چیزی مثل، چطوری بگم، مثل یه جسد؟ آره. نه، هیچی نبود، هیچ. میدونی یوسف، الان دیگه مطمئنم هر وقت آینه منو با خودش جایی میبره حتما اونجا کسی هست که به کمک احتیاج داره. الانم مطمئنم زیر این بارون یه نفر هست که به کمک احتیاج داره. خواهش میکنم، تو که نمیدونی اونجایی که دیدی کجاست. فکر نمی کنم انتظارم داشته باشی الان را بیفتیم بیا اونای اطراف شهر رو بگرد. نه، اما لااقل سعی خودمون رو که میتونیم بکنیم. سعیمون رو میکنیم یعنی چه؟ ما داریم توی ابرشهر زندگی میکنه، نه یه ده کوچیک. برو مسواک بزن بریم بخوابیم. ممکنه یه نفر جونش در خطر باشه، اون وقت تو میگی برم مسواک بزنم؟ خورشید من، خانم من، منم دلم داره شور میزنه، اما من چیکار میتونم بکنم؟ تو چیکار میتونی بکنی؟ ها؟ لااقل سعیمونو بکنیم. یه ساعت، فقط یه ساعت تو شهر میگردیم. خواهش میکنم، خواهش میکنم. Thank you.
همه سعیمون کردیم. آره حق با توه. ممنون متشکرم. خواهش میکنم. رسیدیم. خدا خدا بهت. ماما خدا بهت. مواظب خودت باش. خدا بهت باش. چیه خورشید؟ چی شده؟ اون اینجاست، اینجاست. چی اینجاست؟ همون ماشینه که دیشب تو آینه دیدم. خودشه. بیا یوسف، مطمئنم خودشه. یه پژو مشکی رنگ بود عین این. میبینی؟ حسابی گلیه. فقط باید ببینی مال کیه که اومده اینجا پارکش کرده. فکر کنم بدونم مال کیه. میدونی مال کیه؟ آره مال مشتری معلم تو کارگاه است. دقیقا نمیدونم اما فکر میکنم خودش باشه. هوا خیلی تاریک بود. میشناسیش؟ میدونی کیه؟ نه خب یکی دو هفته پیش اومد یه سفارش بوفه داد واسه دفتر کارش. منقدر نمیشناسمش. اما ببین خورشید، اگه بفرض این همون آدم باشه از کجا معلوم آدم بدی باشه؟ من کی گفتم آدم بدیه؟ من میگم به نظر تو آدمی که نصف شب زیر بارون وسط بیابون داره یه چاله میکنه چه قصد و منظوری ممکنه داشته باشه؟ مسلمان بنایی نمیگرد. آفرین. خب منم دارم همینو میگم دیگه. آخه از کجا بفهمیم حالا خودشه؟ بگی ممکن نباشه اون آدم ها. آره ممکنه نباشه. آه بیلو کلنگ. اگه خودش باشه ممکنه بیلو کلنگی که داشت باشه همینو میکند الان پشت ماشینش باشه. یوسف حرفشم نزن. ببخشید من منتظر گذاشتم. بفهمید. نه چیز مهمی نبود. این شلنگ ماشین لباسشویی در رفته بود. بگذاریم. خب کجا بودیم؟ آها می‌خواستیم که یه تلویزیون هم تو بوفه بذاریم. خب این تلویزیونتون چند اینچی؟ ببینید نمی‌خوام زیاد بزرگ باشه. همچون متوسط. ولی مهمتر از اون گاف صندوقه که ابعاد شما یادداشت کردم. خدمت جناب عالی. یوسف بیا این سینیو بگیر. سلام خانم. سلام آقا. راضی به زحمت نمودم توی اوضاع شلوغ پلو. کدوم اوضاع شلوغ پلو؟ همین که شلنگ ماشین لباسشویی در رفت و منو صدا کردین. آها بله خب گاهی وقتا پیش میاد. امیدوارم آبل بالو دوست داشته باشین. بله البته. خب با اجازه. خواهش میکنم. متشکر. میگم برام خیلی جالبه. چی جالبه؟ که همسر شما یه وکیله. برای خود منم جالبه. میشه یه لحظه بیای بیرون؟ ببخشیدا. خواهش میکنم منم با اجازتون کم کم رفع زحمت میکنم. نه آقا شما کجا؟ من حقیقتش بخوام هنوز نفهمیدم این در گاف صندوق مخفیتون کجا بذارم. شما تشریف داشته باشید من میام. ببخشید. نمیخوام قور بزنم خورشیدا. اما بی منو به چه کارایی باداشتی؟ بفهمی. ببینم حالا چی شد؟ چیزی پشت ماشینش بود؟ بله یه بیلو کلنگ گلی تو صندوق عقب ماشینش بود. شوخی میکنی؟ کاش شوخی بود. حالا دیگه مطمئنم خودش.
فعلا خدافظ. خدافظ. سویچ ماشینشو برداشته بودی متوجه نشد که؟ نه، اما تو کجا داری میری؟ دارم میرم پیش سروان کاظمی. پیش اون برای چی؟ یوسف، ممکنه پای یه قد در میون باشه. لطفا نشونی و تلفنشو بگو من یادداشت کنم. چشم. چشمتون میبلا. بنویس. خیابون میرگامان. تو هم که هر وقت کارت گیر میکنه این طرفا پیدا میشه. خانم خانم. شرمنده سرکار زبان. سروان، یه ماه ترفی گرفتم. مبارک باشه، پس شیرنیش کو. آخه تو کجا هستی که من میخوام بهت شیرنی بدم؟ خب بگو ببینم، از کجا مطمئنی اون داشته وسط بیابون زمینو میکنده؟ گفتم که از قرائن، ماشینش تا کمر گلی بود، هیچ تو صندوق عقب ماشینش هم یه بیل و کلنگ گلی بود. گفتی از موکلاته؟ از موکلام نه، ولی خب میشناسمش. بفرمایید. ممنون، میتونی بری. من همیشه از این آداب نظامی یه جورایی خوشم میومده. آره، یه جورایی جالبه. اینجا رو گوش کن. آقای کامران درخشان، متولد 1340 از تهران و فلان و فلان و فلان، 3 سال پیش یه 4 لیتری اسیدو خالی کرده روی دختر بیچاره. دختره مرده؟ نه، مثل اینکه موفق نشده همش رو روش خالی کنه. 4 ماه تو زندان مونده، بعدش هم با رضایت شاکیا آزاد شده. آزاد شده؟ آره، اینجا نوشته رضایت دادن و آزاد شده. وایسا ببینم، خیلی جالبه. چی جالبه؟ شاکیای پرونده به این شرط از شکایتشون گذشتن که اون پسر مشاران الیهو، یعنی خانم لیلا کریمی، رو به عقد دائم خودش در بیاره و تا 99 سال قمری هم حق طلاق اونو نداشته باشه. یعنی اونا با هم ازدواج کردن؟ اینجا که اینجوری نوشته. ببینم، توی گفتی این آقا رو یه جورایی میشناسی؟ خب آره میشناسمش، ولی خب این چیزا رو در موردش نمیدونستم. آها، ماجرا داره جالب میشه. بیا ببین برگه رو پر کن. این چیه؟ برگه گزارشات مردمیه. پرش کن، میگم یه تیم عملیاتی بره یه سر گوشی آب بده. بله چشم، حتما. خودکارتون رو لطف میکنی. آقای درخشان، 2 نفر اومدن شما رو کار دارن. کیان؟ ببخشید، میگن که پلیسن. پلیس؟ جایی در حال بنایی هستی؟ نه خیر. پس این تو ماشینتون چی کار بکنی؟ یه لحظه اجازه بدید. مگه کلنگ داشتن جرمه؟ اصلا این چه سالی شما از من میپرسی؟ گفتیم که عصبی نشید. گفتم که چیزی نیست. ولی ببخشید، میشه خواهش کنم با همسرتون یه تماس تلفنی داشته باشید؟ چشم. چطور مگه؟ ظاهراً چیز مشکوکی وجود نداره. پس یعنی موردی نیست؟ دقت نمی کنی خانم وکیل. گفتم ظاهراً چیز مشکوکی وجود نداره. اما برای آدمی با همچین سابقه ای، یه کلنگ گلی و یه ماشین که تا کمر تو گل رفته به اندازه کافی مشکوکه. فقط مدرکی نیست که شک ما رو تایید کنه. البته بچه های عملیات گفتن یه خورده عصبی و دستپاچه شده بود. خب این یعنی چی؟ یعنی اینکه شما کار خودتو کردی خورشید خانم. درخواست کردم 24 ساعت زیر نظر بگیرنش. دیگه چی میخوای؟ هیچی.
سلام. سلام. امشب شام برات میرزا قاسمی درست کردم. دوست داری که؟ آره بدم نمیاد. بشین الان برات چای میارم. امشب زنگ زدم به منیژه اینا، گفتم فردا شب برای شام بیان اینجا. به فریبا اینا هم گفتم بیان. فردا شب یه خورده زودتر بیا خونه، باشه؟ گفتم باشه. باشه. ممنون. فریبا اصرار داشت ما بریم اونجا، اما من گفتم نوبت اوناست که بیان. میگفت تو دبی آپارتمان خریدن، یه 100 متری، یه دونم 150 متری. میخوای امشب بریم شما؟ بریم شما؟ آره بریم یه هوای تازه کنیم. خب شامو همینجا تو خونه بخوریم را بیافتیم، یا اینکه بریم تو را شام بخوریم؟ میریم تو را یه چیزی میخوریم دیگه. خیلی خب، پس تا تو بری وسایلتو جمع کنی، من برم به بچه‌ها یه زنگ بزنم بگم که ما فردا تهران نیستیم. نمیخواد فردا بهشون زنگ بزن، اصلا بهشون بگو بیان شما، فقط تو رو خدا زودتر حاضر شو. باشه. کلید ویلا رو یادم رفت. دراز بکش.
بله بفرمین. سلام، چطوری؟ نرگسم، میتونی یه سر باشی بیا اینجا؟ خبری شده؟ اگه خبری نشده بود که بهت زنگ نمیزدم. دستگیرش کردن. چی میگی؟ همونی که دیروز اینجا بود، درست همونجور که تو آینه دیده بودم، وسط بیابون یه چاله کنده بوده، میخواسته زنش رو سربنیز کنه. دختر شانس آورده طرف اول بیوشش کرده، شوهرش حساب همه چیزو کرده بوده، از قبل یه چاله بزرگ میکنه که وقتش زیاد تلف نشه، کاراش همه با نقشه بوده. حالا چرا میخواسته زنش رو بکشه؟ نمیدونم، فعلا حرفی نزده، سکوت کرده. زنش حالش چطوره؟ خوبه. وقتی فهمید چی شده چیزی نگفت، فقط گفت ببرنش خونه. ببین، ازت خواستم بیای اینجا که ببینم دیگه دقیقاً چه اطلاعاتی درباره این آقا داری بهم بدی. اطلاعات؟ من چیز زیادی دربارش نمیدونم. نمیدونی؟ پس چجوری بهش شک کردی؟ خب راستش همینجوری. همینجوری؟ من فکر میکنم تو داری یه چیزی از من مخفی میکنی. داری ازم بازجویی میکنی؟ نه، دارم برای تکمیل پرونده چند تا سوال جواب ساده میکنم. من کمک زیادی نمیتونم بکنم، هر چیزی رو که میدونستم بهت گفتم. باشه، قبول میکنم. بازم ازت تشکر میکنم. اگه تو نبودی ممکن بود الان اتفاق بدی افتاده باشه. خوشحالم که تونستم کاری بکنم. به خاطر همه چیز ممنون. خب دیگه، فعلا خداحافظ. خداحافظ. آه، یه چیزی داشت یادم میرفت، میشه نشونی خونه اونا رو بهم بدی؟ ممکن اون زن احتیاج به یه وکیل داشته باشه. بله، چرا نمیشه. خب یوسف، رسیدم دم در خونش. ببخشید، بازم امروز تو ما مجبوری برید دنبال گلا. سعی میکنم زود برگردم خونه. خداحافظ. سلام. سلام خانم. ببخشید، همسایه‌تون خونه نیستن؟ نگهبان دم در گفت که یه ساعت پیش اومده خونه. چرا خونه است؟ ولی حالش خوب نیست خانم. شما از کجا میدونین حالش خوب نبود؟ داشتم گلا رو آب میدادم که اومد، داشت گریه میکرد. هرچی ازش پرسیدم چشه، چیزی نگفت، رفت و در رو بست. ببخشید، گفتین داشت گریه میکرد؟ آره. شما میدونین چرا گریه میکرد؟ نه، یعنی یه لحظه معذرت میخوام. ببخشید، من همه دوستاشو میشناسم ولی شما رو هیچ وقت این طرف ها ندیده بودم. بله، من دفعه اولی که میام اینجا. الو؟ الو ببخشید، میخواستم با سروان کاظمی صحبت کنم. ببخشید، سروان کاظمی. سروان نرگس کاظمی. تو هنوز اونجایی؟ خیلی خوب، نگران نباش. اگه خودکشی کرده باشه هنوز دیر نشده. به 110 زنگ بزن، منم مسئول پرونده رو خبر میکنم. فعلا خدافظ. قرص خورده بود، 30 قرص خورده بود. وقتی از بیمارستان می اومدم هنوز بیهوش بود. دکترها گفتن نگران نباشم. گفتم تا فردا حالش خوب میشه. وقتی گفتن حالش خوب میشه، تو دلم هزار بار از عمه خانم تشکر کردم. تشکر کردم که این آینه رو به ما سپرد. آره، با این که هنوز به قدرتش باور ندارم، اما جای تشکر داره. خیلی هم جای تشکر داره. لطفا بفهمید اومده تازه به. وای چه دختری. سلام، من خورشید مهرآذر هستم. یه ساعت پیش خانم پلیس اینجا بود، میگفت زنده بودنم و مدیون شما.
میگفت شما وکیل هستین. راست میگو؟ چرا باید دروغ میگفت؟ وکیل بودن یه زن که چیز عجیبی نیست. عجیبه؟ نه، فقط میخواستم مطمئن بشم. چرا؟ چون فکر میکنم باید یه وکیل بگیرم. اگه فکر میکنین نگاه کردن به صورتم اذیتتون میکنه، موقع حرف زدن بهم نگاه نکنین، یه جای دیگر نگاه کنین، من ناراحت نمیشم. اگه میخواین یه وکیل بگیرین، من خیلی خوشحال میشم که وکالت شما رو به عهده بگیرم. خوبه. سلام، حالت خوبه؟ میدونم که خوشحالت نمی کنه، اما هنوز زنده. با اجازتون هم میرم بیرون. نه، شما باشین. همین الان گفتین خیلی خوشحال میشین که وکیلم بشین. البته من احتیاج به وکیل ندارم، وکیلو برای همسرم میخوام. امروز به پلیسا گفتم که ازت شکایتی ندارم، اما مثل اینکه شاکی نبودن منم خیلی فایده نداره. برای اینکه به اوضاع سر سامونی بدیم و تو مجبور نشی بیشتر از این تو زندان بمونی، بهتره که کاراتو یه وکیل دنبال کنه. چطوره؟ موافقی؟ موافقم. دفتر قشنگی داریم. ممنون. فکر نمی کردم به این زودی مرخصتون کنن. اونا می خواستن نگرم دارن، اما من نموندم. خب بهتر بریم سر اصل مطلب. شما وکالتنامه‌ای رو که کامران باید امضا کنه حاضر کردین؟ تقریبا. اما قبلش یه سوال دارم. بپرسیم. چرا شما که میخواستین حد دست همسرتون خودتون رو بکشین، حالا اینقدر مصرانه دنبال کاراش هستین و میخواین هرچه زودتر آزاد بشه؟ جواب ساده است. چون اون موقع دستش عصبانی بودم، ولی الان دیگه عصبانی نیستم. قانع کننده بود؟ نه. نه؟ خب بریم سر کار خودمون. شما وکالتنامه کامران رو حاضر میکنید، اما قبلش اون باید تمامی اموال منقول و غیر منقولش رو به نام من کنه. شرکت، ویلا، ماشین، خونه، همه چیزو. البته حتما به صورت محضری. و اگه قبول نکرد؟ شما وکالتش رو قبول نمیکنید، در عوض وکیل خودم میشین و از اون به جرم آدم ربایی و اقدام به قتل با نقشه قبلی شکایت میکنین. فکر میکنین برای این جرما به چند سال زندان محکوم میشه؟ بین 8 تا 20 سال. حالا ما میگیم 15 سال. بهش بگین اگه قبول نکنه باید 15 سال آب خنک بخوره. منظورتون اینه که تهدیدش کنم؟ نه، این یه پیشنهاده، نه تهدید. فکر میکنم برخلاف چیزی که گفتین از چند روز پیش عصبانی تر هستین. بهتر اینقدر ریز وارد جزئیات نشیم. شما مختارین که پرونده منو قبول کنین یا قبول نکنین. حالا پرونده منو قبول میکنین؟ نه، من نمیتونم قبول کنم. همونطور که گفتم مختارین. فقط حیف، حق الوکاله خوبی رو از دست دادین. گفتم به کسی که جونمو نجات داده کمکی کرده باشم. حالا که نمیخوای، خب منم اصراری ندارم. با اجازه. لیلا، 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 این صدای کامران بود؟ من حسابی گیج شده بودم. نمیدونستم چرا آینه تصویر کامران رو نشون میده. نمیدونستم چیکار کنم، نمیدونستم چه توضیحی بهش بدم. بعد یه دفعه آینه ما رو با هم کشید تو. با توجه به تقاضای ولی مشاره له و خود ایشون، دادگاه برای شما اشد مجازات رو در نظر میگیره، یعنی اعدام در ملیا.
البته این حکم قطعی نیست و شما میتونید از محضر دادگاه تقاضای فرجام داشته باشید. سوالی ندارید؟ نه خیر. آقای رئیس بفرمایید. من و خانواده‌ام حاضریم از شکایتمون صرف نظر کنیم. چی میگه دختر؟ ساکت مگه دیوونه شد؟ ساکت لطفاً. خانم کریمی شما متوجه حرفایی که داری در محضر دادگاه میزنین هستی؟ کاملا. آقای فوزی نقل شدم. ساکت لطفاً. چی میگه دختر؟ مگه دیوونه شد؟ بفهم بشین. لطفاً ساکت. من خانواده‌ام رو راضی میکنم که شکایتشون رو پس بگیرن. اما فقط به یه شرط. چه شرطی؟ که ایشون تعهد بده که با من ازدواج میکنه و تعهدم بده که هیچ وقت منو طلاق نمیده و با کسی دیگه ای هم ازدواج نمیکنه. نمیدونم از کی اون فکر توی کلم پیدا شد. از وقتی که برای اولین بار صورت بان پیچی شده خودمو توی آینه دیدم یا از وقتی که اونو بعد از چند ماه توی دادگاه دیدمش. شما چرا دست به همچین اقدام میزدین؟ برای اینکه دوستش داشتم. برای اینکه دوستش داشتم آقای قاضی. من آرزو داشتم اون با من ازدواج کنه. من نمیخواستم اون با کسی دیگه ازدواج کنه. من نمیخواستم اون با کسی دیگه زندگی کنه. من نمیخواستم تمام آرزوام خراب بشه. نمیخواستم آقای قاضی. من توی دادگاه مدام به اون نگاه میکردم. مدام به حرفاش گوش میکردم و با خودم میگفتم اون داره دروغ میگه. داره دروغ میگه که دوستم داشته. اون فقط میخواست که منو داشته باشه، مثل پول، ماشین، مثل هزار تا چیز دیگه ای که داشت. برای اون مردن کم بود، مردن یه مجازات آنی و فوری بود. اما من دوست داشتم اون زجر بکشه. دوست داشتم اندازه من از زندگی زجر بکشه. برای همین پدر و مادرم رو راضی کردم که قبول کنن اون با من ازدواج کنه. با هر بدبختی که بود به اونا قبولوندم که بذارن با اون ازدواج کنم. آیه کامران درخشان لطفاً بایستید. آیا شما حاضرید این شرط رو بپذیرید؟ بپذیرید که در عوض گذشت ایشون و خانوادش در دادگاه تعهد بدید که با این خانم ازدواج بکنید و تا 99 سال قمری هیچ اقدامی برای طلاق دادن ایشون انجام ندید و همسر دیگری رو هم به نکاح خودتون در نیارید؟ آیا این شرط رو میپذیرید؟ برادر میپذیرم. خوش اومدی. اوائل کامران راضی بود، حتی میشه گفت خوشحال بود. خوشحال بود و فکر میکرد که منم خوشحالم، اما من خوشحال نبودم. من در کمال آرامش منتظر بودم، منتظر روزایی که بتونم انتقامم ازش بگیرم. من منتظر بودم، منتظر بودم، منتظر بودم. چند ماه بعد از ازدواجمون بود که من تونستم باندای روی صورتم رو برای همیشه باز کنم. انتظارم داشت به پایان میرسید. بعد از چند ماه اون تونست دقیقاً ببینه که چه بلایی سر من آورده. دقیقاً تونست ببینه، اما نتونست طاقت بیاره و روشو برگردوند. روشو برگردوند. روشو برگردوند. اون شب اون از خونه رفت بیرون و تا صبح نیومد. من میدونستم چرا، و از این که میدونستم خوشحال بودم.
من داشتم ذره ذره انتقاممو ازش میگرفتم، من داشتم انتقاممو از اون میگرفتم، داشتم انتقاممو ازش میگرفتم. فرداش وقتی که اومد خونه گفت پرسیده، گفتن میشه با جراحی پلاستیک همه چیزو مثل روز اولش کرد، اما خیلی زود فهمید بلایی که سر من آورده چیزی نیست که بشه با یه عمل جراحی درستش کرد. دکترها ناامیدش کردن، گفتن کار زیادی نمیتونن برای من انجام بدن. وقتی فهمید با جراحی پلاستیک نمیشه کار زیادی کرد، شروع کرد به مخفی کردن من از همه، حتی از خودش. من مثل یه جزامی توی خونه زندونی شده بودم، زندونی شده بودم. اون میخواست کسی منو نبینه، اما من میخواستم همه منو ببینن، همه. سلام آقای درخشان هستن؟ بله. شما؟ همسرشون هستن. یه لحظه. آقای درخشان، خانمتون اومدن. خیلی واسه میخوام ببخشید. درخشان واسه میخوام ببخشید. چرا چه کار میکنی؟ اومدم نهار با هم بریم بیرون. نهار بریم بیرون؟ اون شب همه ظرفای توی خونه رو شکست، تا میتونست منو کتک زد و تا میتونست بهم فحش داد، مدام داد میزد و میگفت گولش زدم، میگفت توی دادگاه گولش زدم. من بدنم از مشت و لگدایی که خورده بودم درد میکرد، اما ته دلم خوشحال بودم، من به هدفم رسیده بودم، داشتم زجرش می دادم، داشتم ازش انتقام می گرفتم، انتقام می گرفتم. من تو آینه دیدم که چجوری از اون انتقام می گرفته. اون مدام فامیلا و همکارای کامران رو دعوت می کرده خونه، می رفته خونه هاشون و خودشو کنار کامران به همه نشون می داده. اون کامران رو زیر نگاه ها و پچ به جایی در گوشی دیگران له می کنه. آروم باش، آروم باش. نفهمیدم که، اما یه دفعه دیدم از آینه اومدیم بیرون و اون از شدت گریه از حال رفت. نیم ساعت بعد که حالش جا اومد نمیدونست کجاست، نمیدونست چه اتفاقی براش افتاده. واسه من چه اتفاقی افتاده بود؟ من کجا رفته بودم؟ نمیدونم. یه دفعه از حال رفتین و شروع کردین به حرف زدن با خودتون. بعدش چی شد؟ هیچی، بازم گریه کرد، بعدش خواست براش یه ماشین بگه. حالتون خوب نیست میذاشین من خودم میرسوندمتون؟ نه خودم میتونم برم. را بیافتید. انتقام گرفتن چیزی رو حل نمی کنه. آدم بیشتر به خودش صدمه می زنه، بیشتر به خودش. را بیافتید. رفت؟ هیچی نگفت؟ که چی تو سرشه؟ میخواد چی کار بکنه؟ نه، اما فکر میکنم یه چیزی براش روشن شد. بعد از سالها یه چیز مهمی براش روشن شد.
دیگه خسته شدم، از اینکه از تو انتقاممو بگیرم خسته شدم. تو دیگه آزادی و منم دیگه آزادم. خیلی دلم میخواد که برای همه بدیات نفرینت کنم، اما حالا دیگه میدونم که تو لیاقت نفرین شدنم نداری، لیاقت هیچ چیزو نداری. دیدار به قیامت. خدایا بر ما رحم کن، رحم کن و نخواه که هیچگاه هیچ کدام از بندگانت این گونه عشق را زیر پا له کنند.